معاملات جهانی روی در هفته گذشته روند نزولی خود را به کمتر از 2680 دلار در هر تن ادامه داد که پایین ترین سطح قیمتی خود در دو سال گذشته بود. تقریبا حالا امروز یک مقداری حلوشه 1% تا 2% صعودی شد. یکی از مواردی که باعث کاهش قیمت شدید روی شد توی حالا این یک سال گذشته این بود که خب تحلیلگرها خیلی هاشون انتظار این رو داشتن که با وجود اینکه حالا این محدودیت‌های کرونایی از چین برداشته بشه و تقاضا برای این محصول روی افزایش پیدا کنه از طریق چین، متاسفانه حالا اون میزان تقاضاها یا اون انتظاراتی که از تقاضا داشتن تحلیلگرها خیلی کمتر اتفاق افتاد و از طرف دیگه حالا اون افزایش نرخ بهره‌ها یه جورایی جفتشون با هم دیگه دست به دست هم دیگه دادن. بر اساس آخرین آمار ایران بعد از چین، قزاقستان و هند جایگاه چهارم تولید روی در آسیا را در اختیار دارد و 3% از ذخایر جهانی روی در ایران قرار گرفته و این کشور روی حدوداً مقام 12 تا 15 رو داریم برای سر و برای روی ذخایر خوبی داریم تا اون حدی که الان شناخته شده. در کشور عمده تولیدات روی پس از مصارف داخلی صادر می شود و این امر حساسیت تولید کنندگان روی به نوسانات نرخ ارز و قیمت این محصول در بازارهای جهانی را بیشتر می کند که اکثر این شرکت های روی در بازار سرمایه فعال هستند. 10 تا نماد بورسی داریم که ارتباط مستقیمی با فلز روی دارم. اما پیشبینی قیمت روی در ماه‌های آینده در بازارهای جهانی به دلیل حالا افزایش قیمت برخی از کارخانه‌های زود روی اروپایی بسته شدن و این هم باعث شده که توی حالا ذخایر بورس فلزات لندن آرمارون ذخایر کاهش پیدا بکنه و حالا به صورت جزئی داره خودشو نشون میده، ولی خب توی حالا یک سال آتی میتونه این کمبود ذخایر فلز روی در بورس فلزات لندن محسوس تر بشه و خب این کاهش عرضه میتونه میزان قیمت فلز روی رو در سطح جهانی افزایش بده. زهره دانشمندی، خبرگزاری صدا و سیما.